بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بر اساس اعلام دفتر آیت الله العظمی، سید صادق حسینی شیرازی پنج شنبه 25 آبان 1402 هجری شمسی برابر با اول جمادی الاولی 1445 هجری قمری است. در اطلاعیه دفتر معظم الله آمده است: به اطلاع عموم مؤمنین می‌رساند هلال ماه جمادی الاولی نزد مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله ثابت نشده است و بنابراین چهارشنبه آخرین روز ماه ربیع الثانی و پنجشنبه 25 آبان 1402 اولین روز ماه جمادی الاولی 1445 هجری قمری می‌باشد. حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالعظیم مهتدی از روحانیون و چهره‌های سرشناس شیعه در بحرین و از نمایندگان مرجع عالی‌قدر در کشور بحرین طی حضور در بیت مرجعیت و فقاهت در شهر مقدس قم با آیت الله العظمی شیرازی دیدار و گفتگو کرد. وی طی این اقدام گزارشی از فعالیت‌های علمی، تبلیغی و فرهنگی خود و همچنین وضعیت اجتماعی و سیاسی شیعیان در کشور بحرین به محضر مرجع عالی‌قدر ارائه کرد و از توصیه‌های ایشان بهره‌مند شد. مؤسسه حضرت امام صادق علیه السلام در کشور دانمارک به مدت دو شب به اقامه عزای فاطمی پرداخت. در نخستین مراسم از این مراسم ها همایشی با حضور جمعی از جوانان دختر و پسر برگزار شد که طی آن شیخ یاسین الجمری در رابطه با سیره زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها در جمع حاضران سخنرانی کرد و در پایان به سوالات حاضران پاسخ گفت. در دومین شب نیز مؤسسه حضرت امام صادق علیه السلام شاهد برگزاری مراسم عزاداری با حضور عموم مؤمنان بود. در این مراسم نیز حجت الاسلام الجمری و مداح اهل بیت علیهم السلام شهاب الربیعی به ترتیب به سخنرانی و اقامه عزاداری پرداختند. و یک خبر علمی: مهندس مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران، با اشاره به اوج بارش شهابی اسدی در بامداد جمعه 26 آبان ماه گفت: بارش شهابی اسدی یکی از بارش‌های مشهور سالانه است که در بامداد روز جمعه 26 آبان 1402 به اوج می‌رسد. وی افزود: از آنجایی که کانون بارش در صورت فلکی شیر قرار دارد، این بارش به این نام مشهور است و این در حالی است که منشأ این بارش دنباله‌دار تمپل تاتل P55 است که دوره مداری آن هر 33.2 سال به گرد خورشید کامل می شود. یک زلزله به قدرت 5.3 ریشتر بامداد امروز چهارشنبه 24 آبان مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان را تکان داد. خبرگزاری رویترز به نقل از مرکز تحقیقات علوم زمینشناسی آلمان گزارش داده که مرکز این زلزله در عمق 109 کیلومتری زمین بوده است. هنوز از تلفات و خسارت‌های این زلزله گزارشی داده نشده است. سه روز پیش هم وقوع یک زلزله در این منطقه گزارش شد، ولی بزرگی آن از زلزله امروزی کمتر بود. در این اواخر چندین زلزله در ایران و افغانستان به وقوع پیوسته است که مرگبارترین آن زلزله هرات بود که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران تن گردید. خبری از اروپا: شهر روتردام هلند شاهد نشستی با حضور سیاستگزاران، فعالان جامعه مدنی، کارمندان دولت، دیپلمات‌ها و رهبران مذهبی از جمله رهبران برجسته شیعه از چندین کشور بود. مقامات در این نشست به بررسی دلایل تشدید سخنان نفرت انگیز علیه مسلمانان و گسترش اسلام حراسی پرداختند. گفتنیست در این نشست همچنین مسائل مهمی مانند مشکلات پناهندگان و مهاجرت به اروپا
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست بر نقش مؤثر رهبران ادیان بر کاهش افراط‌گرایی و سخنان نفرت انگیز علیه دیگران و همچنین نحوه جذب جوانان و توانمندسازی آنها برای مقابله با این پدیده نیز تأکید شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که افزایش گرما و طولانی شدن باد و باران موسمی باعث شیوع بی‌سابقه تب دنگی یا بیماری استخوان شکن در بنگلادش شده است. بر پایه آخرین آمار، تب دنگی در بنگلادش جان 1476 نفر را گرفته و بیش از 291,000 نفر دیگر را مبتلا کرده است. شاید ذکر است که آمار تلفات و مبتلایان نسبت به سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. گفته شده هیچ واکسن یا دارویی برای درمان تب دنگی وجود ندارد، اما به گفته کارشناسان تشخیص زود هنگام و مراقبت‌های پزشکی مناسب می‌تواند مرگ و میر را به کمتر از 1% کاهش دهد.